حفظ و صیانت حقوق دیگران واجب شرعی و خیانت در آن حق الناس و موجب پیگرد قانونی است. هر گونه کپی، تکثیر و انتشار محصولات علمی و فرهنگی گروه آموزشی پرش ممنوع و موجب نارضایتی دنیوی و اخروی صاحب اثر می باشد. به فرهنگ و آموزش کشور احترام بگذارید. خب به نام خدا، عرض سلام و ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز قصد داریم یک مطلبی از شیمی 12 رو هم دیگه کار بکنیم. بچه‌ها نمیدونم من میشناسید یا نه، من فرانی ام، رضا فرانی، دبیر شیمی. نزدیک به 13 سالی که دارم شیمی درس میدم، مدرس مدارس تیسوشان یعنی فرزانگان و علامه هلی هستم و مدرس کلی رتبه برتر که حال نمونه هاش مثلا تو 1400 رتبه 3 آقای اسماعیلی، رتبه 5 آقای میگانی و خلا کلی رتبه دیگه، رتبه 12، رتبه 17 و کلی رتبه دیگه ای که حالا به هر حال میتونید تو اینستاگرام من ببینیدشون. امسال ما تو مجموعه پرش کلاسی گذاشتیم که خیلی کلاس به نظر خودم با کیفیتیه، در بین تمام کلاسایی که من دارم در طول سال میرم کلاس بسیار با کیفیتی از جهت که خیلی وقت مناسبی داره، 4 ساعت و نیم در هفته و ما خیلی فرصت میکنیم که دقیق و عمیق بشیم روی مسائل و ایشالله که به هر حال شما هم از این کلاسه استفاده بکنید. یه مطلبی که امروز میخوایم با هم دیگه درس بدیم بحث استوکیومتری، مقدماتی از استوکیومتری رو با هم دیگه کار بکنیم ببینیم که چه شکلیه. خب عرض کنم که حالا بریم شروع کنیم ببینیم ماجرا از چه قراره و قضیه بچه این تصویر رو دارید الان؟ بچه ها تصویر که هست، اوکیه؟ خب ظاهرن اوکیه. بله آقای موسوی فکر کنم اگه خودتون یه بار اینترنتتون رو چک بکنید فکر کنم چون ما داریم و اوکیه. حالا ببینیم چه شکلی میشه. اوکی مرسی. عرض کنم که میخوایم بریم سراغ استوکیومتری. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ، یعنی اول موازنه هست و بعد استوکیومتری. بچه صدا اوکیه؟ صدا اوکیه؟ خب مرسی. من یه لحظه اینا رو رد کنم چون کلاس ما یک ساعته، ما فقط مطلب استوکیومتری رو با هم دیگه میگیم. خب خداش آقا ما توی استوکیومتری بچه ها یادمون باشه استوکیومتری یعنی این که یه مقداری از یه ماده‌ای که تو واکنش مصرف یا تولید میشه رو به شما بدن و مقداری از یه ماده دیگه که تو یک واکنش تولید یا مصرف میشه رو از شما بخوان. این میشه استوکیومتری. حالا ماجرا از این قراره که ما استوکیومتری یه سری روش‌های از قبل داشتیم، اینا رو میذاریمش کنار و با روشی که من بهت میگم یعنی کسرای پیش ساخته شروع میکنه استوکیومتری حل کردن. دقت کنیم ببینیم کسرای پیش ساخته یعنی چی. حواسا جمع. آقا برای کسرای پیش ساخته اینی که بهت میگم رو حفظ باش. آقا مول مساوی است با هر چیزی تقسیم بر واحد استاندارد خودش. نگاه کن به من، مول مساوی است با هر چیزی تقسیم بر واحد استاندارد خودش، یعنی مول مساوی است با جرم تقسیم بر جرم مولی، یا مثلا مول مساوی است با حجم تقسیم بر حجم مولی، یا مثلا مساوی است با تعداد تقسیم بر تعداد مولی. از اونجایی که بچه ها چگالی مساوی است با نسبت جرم به حجم، من میتونم نتیجه بگیرم جرم مساوی است با چگالی ضرب در حجم. یعنی من میتونم توی یکی از این کسرا به جای جرم چی بنویسم؟ بنویسم چگالی ضرب در حجم.
تو مخرجش هم کماکان جرم مدی. یه رابطه فصل 3 دهم داری، میگی مولار. آقا مولار مساوی است با تعداد مول تقسیم بر حجم. یعنی شما تعداد مول رو میتونی بگی ام ضرب در وی، یعنی مولار ضرب در حجم. پس من به جای این موله میتونم چی بنویسم؟ دقت کن، میتونم بنویسم مولار ضرب در حجم محل. و حالا تو مخرج همه اینا بچه ها یه دونه ضریب ان میذارم، تو مخرج همشون یه دونه ضریب ان میذارم. پس ببین چی کار کردیم. مول مساوی است با جرم به جرم مولی، حجم به حجم مولی، تعداد به تعداد مولی، رووی به جرم مولی، ام وی. تو مخرج همش هم یه ضریب ان. حالا هر سوال استوکیومتری که دیدی دو تا از این کسرا رو انتخاب میکنی مساوی هم. تو این دو تا کسرا داده هات رو وارد میکنی، خواسته به دست میاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر من بذار یه سوال ساده اول بگم به شما، بگم از واکنش مثلا 425 گرم NaNO3 چند لیتر O2 در STP تولید میشه، چی میگی؟ واکنش هم اینه، NaNO3 میدهد NaNO2 به اضافه O2. نگاه کن به من، ضریب این دو، ضریب این دو، ضریب این یک، NA هست 23، N هست 14، O هم هست 16. ببین بابا جان، ببین بابا جان، آقا شما قراره یه رابطه بین NaNO3 و O2 بنویسی. نگاه کن به من، یه رابطه بین NaNO3 و O2. حالا دو تا کسر مساوی هم دیگه. بچه ها برای NaNO3 حرف از گرم زدم، میبینی؟ گرم یعنی جرم. پس از چه کسری استفاده میکنم؟ جرم به جرم مولی ضرب در ضریب. یعنی چی مینویسم؟ یعنی میگم آقا جرم شما 425، ضریبت 2، جرم مولیت هم این گوشه حساب میکنم، NaNO3 میشه 85. حالا برای اکسیژن چی می نویسم؟ آقا برای اکسیژن برگشته به من میگه حجمش رو به دست بیار. آقا حجمش رو به دست بیار، اونم تو STP. از چی استفاده می کنم؟ حجم به حجم مولی ضرب در ضریب. یعنی چی می نویسم؟ میگم آقا حجم اکسیژن رو ندارم X، ضریبش 1، حجم مولی هم در شرط سیپی 22.4. تمام آقا 85 425 میره میشه 5، 2 با این ساده میشه 11.2، طرفین وسطین 5 تا 11.2، ایکس مساوی است با 56 لیتر. تمام. این اولین گام. با ساده ترین سوال ممکن شروع کردم. بچه ها الان اوکی یا نه؟ تا اینجا اوکی چیکار کردیم؟ حله؟ اگه سوالی دارید بفرمایید، اگه نه بریم ادامه بدیم. خب عالی، همه اوکی؟ حالا سوالی که الان پیش میاد اینه که الان من منتظرم یه نفری سوالی هم من بپرسه. آقا اگه درصد خلوص داشتی، بازده داشتی، اینا رو چیکار میکنی؟ درصد خلوص و بازده اگر داشتی چیکار میکنی؟ آقا برای درصد خلوص و بازده کاری که شما باید انجام بدید اینه. ببین اینجا رو، برای درصد خلوص و بازده، آقا اگه درصد خلوص داشتی، مثلا درصد خلوص پی بود 20%، 30%، 70%، در کسر ماده ناخالص یه پی بالا یه صد پایین ضرب بکن. اگر بازده داشتی، بازدهش آر بود، در کسر واکنش دهنده یه آر بالا یه صد پایین ضرب میکن. حالا میریم اینا توضیح میدیم با هم دیگه این یعنی چی.
حالا بریم هم دیگه سوال حل بکنیم. سوال اول بذار این یکی سوال رو من حل بکنم بعد برمیگردم. گفته برای تولید 30 لیتر هیدروژن، آقا یکی از ماده مهممون هیدروژنه، چند گرم آلومینیوم لازم است؟ اون یکی ماده مهممون آلومینیومه. دو تا کسر مساوی همدیگه، برای آلومینیوم گفته چند گرم از چی استفاده میکنیم؟ جرم به جرم مولی ضرب در ضریب. آقا جرم به جرم مولی ضریب. برای هیدروژن لیتر داده بچه ها و چگالی، لیتر و چگالی. ببین ما سه جا تو اون کسرا حجم داشتیم، یکی حجم به حجم مولی بود، یکی رووی به جرم مولی بود. اینجا چون حجم و چگالی داریم از کسرا رووی میریم. یعنی چی مینویسیم؟ مینویسیم رو 800 وی سی ضریبش 3 جرم مولی هیدروژن هم 2. آقا تمومه؟ تمومه. سوالی که چگالی داره قاعدتا سوال سنگینی هم هست، به راحتی حل شد. خب حالا فقط مون ساده سازیش. 27 با 3 ساده میشه 9، 2 با این 2 ساده میشه x مساوی میشه با 9 تا 800 هم 72 صدم ضرب در 30، 72 صدم ضرب در 30 هم میشه 21.6. جواب گزینه 1 خواهد بود. تمام بچه ها، اوکی؟ سوالی نیست؟ همه حله؟ خیلی روش عالی. یا فقط کافیه که اون کسرا رو بلد باشید. همه اوکی اید؟ همه اوکی؟ خب حالا گفتیم درصد خلوص اگه داشته باشیم باید درصد خلوص رو ضرب بکنیم. اینجا رو نگاه کن، از واکنش 50 ممیز نیم گرم کاهنوسه، پس یکی از ماده مهمامون کاهنوسه است، چند مول اندو تولید میشه؟ اینم چند مول اندو. دو تا کسر مساوی همدیگه، بچه ها برای این گرم داده از چه کسری استفاده میکنم؟ میگم جرم ضریبش 4 به جرم مولی. آقا کاهنوسه جرم مولی 101، جرم به جرم مولی. برای اندو از چی استفاده میکنم؟ مول به ضریب. بچه ها چون مول رو داده از همون اولین کسره بود، مول به ضریب، مول به ضریب. آقا تمومه؟ نه خیر. سوال یه بازدی درصد خلوص 80% برای کاهنوسه بهت داده، یعنی شما تو کسر مربوط به کاهنوسه یه 80 بالا یه 100 پایین باید ضرب کنی. حالا تموم شد، حالا دیگه برو سراغ محاسباتش. محاسباتش رو نگاه کن، 50.5 با این ساده میشه، میشه 2. این یه صفرش با یه صفر میره، 4 دوتا 8 با این 8 میره. نتیجه اینه که مول مساوی است با 2 تقسیم بر 10، 2/10. مول اندو میشه 2/10، گزینه 2. پس تنها کاری که کردم این بود که آقا درصد خلوص این ماده که 80% بود و اینجا ضربش کردم، یه 80 بالا یه 100 پایین. همه اوکی اید بچه ها؟ همه عالی؟ بریم سراغ بعدی. خب حتما میگیم امیر حسین، حتما میگیم محاسبات جز کارهای ماست، کارهای جدی ماست تو اینجا. آقا حالا که اوکیه، سوال سراسری 98 این سوال است، بودو ببینم میتونی حلش بکنی یا نه. سراسری 98 رو شما حل کنید بچه ها، بودو سری. سراسری 98 رو شما حل گزینه به هم بدید. سراسری 98 رو گزینه به هم بدید. خب
بله آقای موسوی، مفصل مفصل بریم. شرایط هم استیپیه. بله شرایط واکنش هم استیپیه امیرحسین. خب کسی هست بیاد با من حلش بکنیم؟ اگه اون علامت دسته رو بزنیم ما میتونیم اینجا باهاتون صحبت هم بکنیم. خانم احمدزاده، امیرحسین، علیرضا موسوی. بله بله جزوه هم داره همینا. کسی هست بخواد با هم حل بکنه یا با هم خودم برم؟ خب خودم این حلش میکنم. آقا 5 گرم الایل هاشار داریم، 11 و 2 لیتر هیدروژن، دو تا کسر مساوی همدیگه. برای الایل هاشار گفتیم 5 گرم از چی استفاده میکنیم؟ جرم به جرم مولی. جرم مولی الایل هاشار هم 38. آقا جرم به جرم مولی. برای هیدروژن 11 و 2 لیتر حجم به حجم مولی. آقا 1% خلوص اینجا میخوایم، یه پی بالا یه صد پایین، چون اصلا سوال درصد خلوص الایل هاشار ازت میخواسته. درست شد؟ اصلا درصد خلوص اینو نداریم، اینجا مجهول گذاشتم پی و صد. حالا دیگه مون محاسباتش، نگاه کن به من. 11 و 2 با 22 و 4 میشه 2، 5 با این صده میشه 20، 4 با این میشه 5، 38 با 2 میشه 19، پی مساوی میشه با 5 ضرب در 19 میشه 95. جواب میشه گزینه 2. سوالی هست؟ سوالی هست بچه یا نه؟ بریم بعدی. اما بازده هم اگر داشتیم بچه ها تو کسر واکنش دهنده ضرب میکنیم. مثلا اینجا رو ببین، سوال سنگینی ها. گفته از اگر بازده واکنش فلان 63% باشد، از واکنش 400 گرم سدیم هیدروژن کربنات چند لیتر CO2 تولید میشه؟ آقا یه رابطه بین سدیم هیدروژن کربنات و CO2، دو تا کسر مساوی همدیگه. برای سدیم هیدروژن کربنات نوشتیم 400، چی می نویسی؟ جرم ضریبش 2، جرم مولیش 84. جرم به جرم مولی ضرب در 2. این جرم مولیش من حفظ بودم. NI 3 و 84. برای CO2 لیتر و چگالی داده، میگیم رو ضرب در وی که نداریم، ضریبش 1، جرم مولی CO2 هم بچه 44. آقا کار تمومه؟ نه خیر، دقت کن به من، یه بازده 63% داره. یعنی من الان تو اینجا یه 63 بالا ضرب میکنم یه 100 پایین. حالا برم سراغ ساده سازیش. تمومه؟ تمومه. بازده رو گذاشتیم، خلوص رو گذاشتیم، همه چی اوکی. حالا نگاه کن به من آقا، 63 و 84 جفتش به 21 میخورن. این به 21 میشه 4 مرتبه، این میشه 3 مرتبه. 4 ضرب در 100 میشه 400، با 400 با هم میره. این اگه 132 بود به 44 میشد 3 مرتبه، الان میشه 3 صدم. 3 صدم با 3 میرن میشه 100. نتیجه اینه که 2V مساوی 100. نتیجه اینه که وی میشه 50. جواب گزینه 1 خواهد بود. حله؟ سوال بچه ها؟ اوکی بچه ها یا نه؟ بریم بعدی. اوکی مرسی. حالا این سوال رو شما حل کنید. بودو سری ببینم گزینه به ام بده. سری گزینه به ام بده. سری به جون گزینه به هم بده.
گزینه دو داریم، یک هم داریم. خب دو و یک از همه بیشتره تو گزینه هم. خب بریم. گفته اگر 400 گرم NaNO3 اینجا داشته باشه، اگر 400 گرم NaNO3 44.8 لیتر O2 تولید کنه، یه رابطه بین NaNO3 و O2، دو تا کسر مساوی هم دیگه. برای NaNO3 نگاه کن، نوشتم 400 گرم، باید چی بنویسم؟ جرم به جرم مولی، این 400 ضریبش 2، جرم مولی NaNO3 هم 85. جرم مولی NaNO3 85 جرم به جرم مولی. گفته چند لیتر O2 تولید میشه؟ حجم به حجم مولی، X به 22 ممیز 4. آقا تموم نخیر، گفته بازده رو به دست بیار. آقا جان بازده اینجاست، البته خودش X هم داده دیگه، نیازی نیست، خودش گفته 44.8 لیتره. آقا گفته بازده رو به دست بیار، بازده یه پی اینجاست یه صد پایینش دیگه، بازده همیشه تو کسر واکنش دهنده ضرب میشه. خب ضربش کردیم، حالا بریم سراغ ساده سازی. ساده سازی 44.8 با این ساده میشه، میشه 2. 2 ضرب در 100 میشه 200، با 400 میره میشه 2، 2 هم با 2 میره. نتیجه اینه که از بالا فقط یه پی باقی موند، از پایین فقط یه 85، پس پی مساوی است با 85. جواب گزینه 1. تمام، اینم از این. دو تا کسر مساوی هم دیگه. حالا ممکنه که طراح دلش بخواد یه ذره سوالو سخت بکنه، هم بازده بده هم درصد خلوص. ببین هم بازده برای شما بذاره هم درصد خلوص بذاره، هیچ کار جدیدی قرار نیست بکنه، قراره همین کسرا رو بذاری جای بازده و جای درصد خلوص رو درست پیدا کنی. آقا بازده جاش همیشه تو واکنش دهنده است، درصد خلوص تو کسر ماده ناخالص ممکن است واکنش دهنده یا فراورده باشد. نگاه کن به من، گفته از تجزیه 40 گرم ماده آ، این ماده آ چند گرم بی تولید میشه؟ دو تا کسر. برای ماده آ گفته 40 گرم از چی استفاده میکنیم؟ جرم ضریبش 2، جرم مولیش 72، جرم به جرم مولی. چند گرم بی؟ جرم به جرم مولی. آقا تمومه، حالا نوبت بازده و خلوص و این دریوری هست. آقا خلوص 90%، خلوص ماده آ 90%، پس تو کسری که برای ماده آ نوشتی یه 90 بالا یه 100 پایین. برو بعدی، بازده 80%. آقا بازده همیشه کسرش در واقع تو واکنش دهنده ضرب میشه، یعنی حتما اینجا باید یه 80 و یه 100 ضرب کنی. حالا بریم سراغ ساده کردن. نگاه کن به من، 9 ضرب در 8 میشه 72، یه دو تا صفر هم داره میشه 72 ضرب در 100، این با این ساده میشه. 40 با 100 ساده میشه، میشه 2.5. 2 هم با این ساده میشه، میشه 15. x مساوی است با 15 به 2.5 میشه 6. جواب میشه گزینه 1. تمام، دو تا کسر نوشتم، حواست جمع. نگاه کن به من، درصد خلوص مال ماده آ بود، پس من درصد خلوص رو تو کسر ماده آ ضرب کردم. بازده هم جاش همیشه تو واکنش دهنده است، پس بازده هم اینجا ضرب. برای بازده نمیخواد دنبال چیزی بگردی، تو کسر ماده واکنش دهنده ضرب میکنی، ولی خلوص و جاشو باید پیدا بکنی. حالا یک سوال بسیار خوب داریم، واکنششو ننوشتم ولی شما بدون نسبت واکنشش، حالا این واکنششو بعدا میخونید،
نسبتش اینجوریه که به ازای هر یه دونه ان های 3 یه دونه ان او 2 میاد. به بقیش هم کاری نداشته باش. حالا برو ببینم چی کار میکنی. سریع خیلی سوال قشنگیه این سواله. بجون ببینیم. بدو یالا. گزینه به من بدید. هر کی هم دوست داشت میتونه میکروفونش رو روشن کنه، یعنی اون علامت دسته رو بزنه، میکروفونش رو روشن کنیم با هم صحبت بکنیم. الحمدلله این وضعیت هم اینجا برقرار، مشکل نیست. گزینه 3 داریم تو گزینه هامون فعلا تا اینجا. خب من فرانی هستم، الان شما فکر کنم نبودید توی کلاس، من خودم رو معرفی کردم. خب بریم. خب عرض کنم که بیایم اینجا، جلساتی که رفته که همش به صورت آفلاین هست آقای موسوی، و باز ما مجدد هم جلسات جبرانی میذاریم و باز اونا رو هم رفع اشکال میکنیم، همونا رو که رفته. من فراهانی هم، توی اینترنت هم میتونید سرچ بکنید رضا فراهانی دبیرشی. آقا بریم، کی میاد با هم دیگه حلش بکنیم اینو؟ یکی اون علامت دسته رو بزنی بیاد با هم. من خودم اسم بخونم. آقای موسوی بیا خودت ببینیم. علیرضا موسوی ما میکروفونات رو روشن کنیم، بیا ببین میتونی صحبت بکنی یا نه. آقای موسوی ما منتظریم. خب شما که نیومدی. آها اوکی. خانم شهناز احمدزاده بیاد. شهناز احمدزاده بیا ببینیم اینایی که اسمشون رو من اینجا میبینم، بیا با هم دیگه حلش بکنیم ببینیم بعد چی کار کنیم. نمیتونی شما میکروفون نداری؟ بیا خانم شهناز بیا ببینیم. ما میکروفونت رو روشن کردیم و علامت رو بزنی الان میتونی صحبت. الان برای لحظه میکروفونت روشن شد، ببین میاد یا نمیاد. صحبت بکن خانم احمدزاده. الان صحبت بکن، صدا تو داریم. سلام. خوبی؟ بله. شما آقایی؟ اسمتون آخه احمد خانم؟ با اسم مادرم. آها خب اوکی. کدام شهری؟ بله. کدام شهری؟ اهواز. خدا اسم خودت چیه؟ اسم من رضا علی پوره. رضا علی پور، خیلی هم خوب. آقا رضا بریم ببینیم چیکار کنی. نه. آره آقا گفتیم ما همیشه دو تا کسب می‌کنیم. خب اولا این گفته 68 کیلوگرم آمونیاک، پس میشه 68 ضرب در 10 به توان 3. قبوله یا نه؟ خب برای آمونیاک چون جرم دادیم از چه کسری استفاده کنی؟ کسر جرم به جرم مولی، قبوله؟ خب این های 3 جرم مولیش هست 17، پس می نویسم این 68 ضرب در به روی 17. با من موافقی؟ خب برای این او 2 هم گفته چند گرم، از چه کسری استفاده کنیم؟ بازم وقتی جرم داده از چه کسری استفاده میکنی؟ یادت هست کسر جرم به جرم مولی دیگه، درسته؟ بله.
خب جرمشو که نداریم ایکسه، جرم مولیش هم 46 اون بالا حساب کردم. تا اینجا با من موافقی؟ تا اینجا اوکی؟ خب حالا موند که بریم تکلیفمون بازده و اینا رو مشخص کنیم. خودش گفته بازده واکنش 70%. گفتم بازده رو کجا ضرب کنیم همیشه؟ تو کسر واکنشتن. خب باریکلا این 70، این هم 100. درصد خلوصش چقدره؟ 92. آقا این درصد خلوص مگه مال نیتروژن دی اکسید نیست، مال NO2؟ پس قبوله که تو کسر مربوط به NO2 یه 92 و یه 100 ضرب کنی. درسته؟ الان اوکی تا اینجا؟ خب حالا دیگه بریم سراغ ساده سازیاش. برای ساده سازیاش این 100 رو با این 100 ساده میکنیم، 46 رو با 92 ساده میکنیم میشه 2، 68 با این 17 میشه 4، 4 با این 2 میشه 2. نتیجه اینه که x مساوی است با 2 تا 70 تا 140 در 10 به توان 3، یا به عبارتی 1 و 14 هم در 10 به توان 5. کدوم گزینه میشه؟ گزینه 1. قبوله؟ بچه ها سوالی هست یا اوکی این؟ حل آقا مرسی، شما میتونید میکروفونتون رو خاموش بکنید. بچه ها سوالی هست؟ همه اوکی؟ همه اوکی؟ مرسی. حالا یه تیپ سوال دیگه، آها اینم من بگم که اگه حالا خواستید و دوست داشتید تو این کلاس ها شرکت بکنید، اسم من رو فرهانی رو به این شماره در واقع پیامک بدید، 1375، اونجا دیگه همکاره من تماس میگیرن راهنماییتون میکنن چجوری تو این کلاس ها شرکت بکنید. اما بریم سراغ یه ماجرایی و اونم اینه که اگه تو یک سوالی دوتا واکنش دادن و ماده مهمات تو دوتا واکنش مختلف بود چیکار باید بکنید؟ نگاه کن به من. مثلا یه چیزی تو این مایه ها گفته گاز اکسیژن گاز اکسیژن حاصل از تجزیه 0.3 مول کاسیلوسه، این کاسیلوس را از تجزیه چند گرم NaNO3 به دست میاریم. آقا این ماده مهمات تو دوتا واکنش مختلف هم. تو اینجور سوالا چی کار میکنیم؟ باریکلا اصطلاحاً میگن هم عرض میکنیم. بچه ها هم عرض کردن یعنی چی؟ یعنی ببینیم چه ماده ای تو این دوتا واکنش مشترکه. مثلا مثل اکسیژن، اکسیژن مشترک این دوتاست، پایین ضریبش 3، کل واکنش بالاییه رو در 3 ضرب میکنم، بعد از موازنه کل واکنش پایینیه رو در 3 بالاییه رو در 3 ضرب میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اصطلاحاً واکنش ها هم عرض بشن. بچه ها هم عرض بشن میدونی یعنی چی؟ یعنی ذره مشترکشون با هم برابر باشه. نگاه کن، سه تا او دو سه تا او دو، ذره مشترکشون با هم برابر. حالا یه رابطه بین NaNO3 و کاسیلوسه می‌نویسیم. حالا دیگه تمومه. حالا برای NaNO3 گفته چند گرم، می‌نویسم جرم ضریب 6، جرم مولی NaNO3 هم 85. جرم به جرم مولی ضریبش دیگه 2 نیست تا 6 شد. برای کاسیلوسه چی می نویسم؟ بچه ها مول داده، می نویسم مول به ضریب، ضریبش هم که 2. حالا اینا رو با هم دیگه ساده بکنیم. این دو با این ساده میشه، میشه 3. نتیجه x مساوی است با 3 تا 3/10 9/10 ضرب در 85. جواب میشه 76.5. اینم گزینه 3. سوال بچه ها واضحه چیکار کردیم یا نه؟ تنها کاری که کردیم ضریب ذره مشترک رو بچه ها برابر کردیم. یعنی گفتیم آقا اگه شما اکسیژن تو این دوتا واکنش یکسان داری باید ضریبش یکسان باشه. چون پایینی 3 بود با کل بالاییه رو در 3 ضرب کردم. آقای عباسی خوب به من گوش بده، وقتی دوتا واکنش داریم میگردیم ببینیم چی مشترکه بین این دوتا، اونو ضریبش رو یکسان میکنیم. یعنی میگیم آقا پایین ضریب اکسیژن 3، بالاییه کل بالاییه رو در 3 ضرب میکنم.
درست شد؟ پس این جوابش این شکلی میشه. حالا دیگه مستقیما بین ماده مهمام، یعنی بین NaNO3 و KCl3 رابطه می نویسم. برای NaNO3 نوشتم جرم به جرم مولی ضریب 6، چون ضریبش دیگه شده 6. برای KCl3 هم نوشتم مول به ضریب. الان اوکی شدی آقای عباسی؟ آقای عباسی اوکی؟ محمد جواد اوکی؟ یه اوکی بده. اگر هم میخوای میکروفون تو علامته رو بزن، من یه بار دیگه به خودت هم توضیح بده. اگر هم نک آها خب اوکی. این سواله رو شما حل بکنید واسه سراسری 96 هم هستین. چند سال پیش البته. بودو ببینیم. البته 1400 هم یه دونه سوال این شکلی داشتیم. بودو یالا. این سوال رو حل بکنید ببینیم نظرتون چیه. گزینه به من بگید ببینیم چیکارم. هر کی حل کرد به من گزینه بده. یه نفر گزینه 2 داده زینب، بقیه بله بله. آقای عباسی اینجا اچا برابرن، اول موازنش بکن بعد بهت میگم چیکار کن. اول دوتا واکنش رو موازنه بکن. دوتا واکنش رو موازنه کن بعد خودت بیا با هم دیگه حلش بکن. به کمک هم حل میکنیم، یاد بگیر. گزینه 2 میشه. آقای عباسی اون علامت دسته رو بزن محمد جواد که با هم دیگه حلش بکنیم. به کمک عمل بکنیم که یاد بگیریم. من میکروفون تو زدم ببین صدا داری؟ علامت رو بزن، اگرم نه یکی دیگه بیاد. آها خب صحبت کن آقای عباسی. بله بله. خب بریم عملش کنیم. آقای عباسی اولا ضریب اولی 2 6 2 3 موازنش، پایینی هم 2 1 2 قبوله؟ خب حالا به من بگو چی مشترکه بین این دوتا. آقای عباسی بین این دوتا واکنش چی مشترکه؟ میکروفونت قطع شد، یه بار دیگه میزنیم. آقای عباسی بجون فقط آقای عباسی بگو ببینیم. آها اوکی خب بریم من حلش میکنم. آقا جان چیزی که اینجا مشترکه هیدروژنه. هیدروژن اینجا 3 اینجا 2. من چی کار باید بکنم برای اینکه این دوتا واکنش با هم برابر بشن؟
کل بالایی رو در دو ضرب میکنم، کل پایینیه رو در سه. اوکیه؟ درست. حالا برم سراغ سوال. گفته چند گرم آلومینیوم تا 16 گرم اکسیژن، اینم اکسیژن. ضریب آلومینیوم شد 2 ضرب در 2 یعنی 4. ضریب اکسیژن 1 بود، در 3 ضرب شد، شد 3. دو تا کسر مساوی هم دیگه. برای آلومینیوم نوشته چند گرم جرم به جرم مولی، ایکس به 4 تا 27. برای اکسیژن هم نوشته 16 گرم جرم به جرم مولی. پس برای آلومینیوم نوشتم جرم به جرم مولی، برای اکسیژن هم نوشتم جرم به جرم مولی. حالا دیگه باید اینا رو ساده بکنیم با هم دیگه. برای ساده کردنش چیکار میکنیم؟ 16 با این ساده میشه میشه 2، 27 با این ساده میشه میشه 9، 4 با 2 ساده میشه میشه 2، x مساوی است با 2 ضرب در 9 یعنی 18. تمام. حله؟ پس تنها کاری که انجام دادیم این بود ضریب ذره مشترک رو برابر کردیم. اینم یه ایده دیگه تو استوکیومتری. ببین حالا ما چیکار میکنیم؟ قدم به قدم همه ایده ها رو میریم بچه ها، همه ایده ها. حالا یک دو تا ایده است دیگه، امروز فرصت نمیشه همش رو بریم. من نزدیک به 15 تا ایده استوکیومتری حل میکنم. الان این تازه دومی سومی بود، درصد خلوص، بازده، ضریب مشترک، اینم چهارمیش. یعنی از بین 10 15 تا تازه 3 4 تا رو حل کرد. یعنی کل این 15 تا رو که حل بکنیم، 15 تیپ مختلف رو، هیچ سوالی نیست که توی استوکیومتری باشه شما نمونهش رو ندیده باشی. هیچی واقعا. خب بدون ذره تردید میگم هیچی. همه ایده ها هست. مثلا محلول بود چی کار بکنیم؟ آلیاژ و مخلوط بود چی کار بکنیم؟ جرم جامد باقی مانده داده بود چی کار بکنیم؟ دما و فشار داده بود چی کار بکنیم؟ اینا همش حالتهای مختلفه. سوختن هیدروکربن داده بود چی کار بکنیم؟ 7-8-10 تا ایده است. دو مرحله ای داده بود چی کار بکنیم؟ در واقع دو تا سوال داده بود چی کار بکنیم؟ و چیزهای مختلف. یعنی همه اینا رو من توی این مجموعه استوکیومتری درس میدم. ولی خب الان توی یه ساعت توی مایه‌ها نمیشد، فقط میخواستم بدونی که چی کار میکنم. فعلا ایده معمولی حل کردن رو گفتیم، ایده ای که چگالی داشته باشه رو گفتیم، ایده ای که بازده داره رو گفتیم، درصد خلوص داره رو گفتیم، واکنش مشترک هم گفتیم. از بین اون 15 تا تازه 5 تاشو گفتیم، اینم ششمیشه. کلی دیگه باقی مونده. ولی ایشالا میاد تو کلاس رو میبینید. بچه هایی که با ما میان کلاس استوکیومتری نقطه قوتشونه واقعا. یعنی ما انقدر رو استوکیومتری کار میکنیم. تو دهم یه بار کار میکنیم. تو دهم فصل 2. تو دهم فصل 3 تو محلول ها یه بار کار میکنیم. تو 11 فصل 1 یه بار کار میکنیم. تو 12 اسید و باز یه بار کار میکنیم. تو الکتروشیمی هم یه بار دیگه با مول و اینا کار میکنیم. یعنی انقدر ما استوکیومتری کار میکنیم دیگه چشمسته واقعا حل بکنیم. بریم آقا اینجا رو بریم. گفته ممکنه در برخی از سوالات جرم مولی مجهول باشه. آره این ایده هم ممکنه خود جرم مولی مجهول باشه. نگاه کن به من. گفته در واکنش 4 گرم هیدروکسید یک فلز، این 4 گرم با مقدار کافی 7.1 گرم سولفات تشکیل شده، اینم سولفات، جرم اتمی این فلز کدام است؟ آقا هیچ کار جدیدی قرار نیست انجام بدی. دو تا کسر مساوی هم دیگه. برای این هیدروکسید فلزه چی می نویسم؟ جرم به جرم مولی ام به اضافه 17. آقا ام به اضافه 17 را کجا آوردیم؟ جرم مولی ام اوهاش یه امیه که نمیدونم، یه 16 تا یه دونه 17 تا نوشتم. برای این یکی هم گفته 7.1 گرم سولفات تشکیل شده. جرم بچه جرم مولی M2SO4 چی میشه؟ میشه 2 تا M به اضافه 32 به اضافه 4 تا 16 تا 64 یعنی 2M به اضافه 96. حالا بریم ببینیم چه خبره. آقا اینجا رو داشته باش. 4 با 2 ساده میشه میشه 2. نتیجه اینه 7.1 ام به اضافه 7.1 به اضافه 120 ممیز 7 مساوی است با 4 ام
به اضافه 2 تا 96 تا 192 تا. این 4m میاد این ور تساوی میشه 3 و 1 دهم m. 120 میره اون ور تساوی میشه 71 و 3. m میشه 71 و 3 دهم به روی 3 و 1 دهم. جواب میشه 23 گزینه 1. امیر حسین تا حالا 4 5 جلسه 3 ساعته تشکیل شده. اوکی. اینم از این. بچه‌ها سوال سوالی هست؟ فقط این بار مجهولمون این بود، این امه مجهول ما بود. حله؟ توی جرم مولی اون امه رو ما نداشتیم. اینم از این. حالا بیا اینجا یه سوالی هست شما حلش بکنید. بودو ببینیم امو داده، MSO4 هم داده، برو ببینیم چه میکنی سریع. حالا بودو بجون. بودو ببینیم سریع اینو حل بکنیم. خب هیچی، من این قبلا توی کتابای قبلی ما یه چیزی داشتیم آقای عباسی به اسم آب تبلوردار. این دیگه اون نیست، چون این سوال اینن سوال کنکوره، به خاطر این اومده، وگرنه نیازی نیست. همیشه کلاس ها با اسکای روم هست. بله همیشه، یعنی فعلا تا الان که اینجوری بوده، حالا تا ببینیم بعدا چی میشه. خب گزینه 3 بقیه. خب بریم حالا اینجا باش آقای عبدالرحمن. بیا خودت بودو سری میکروفون تو روشن میکنیم، خودت بیا با هم دیگه این سوال حل کنیم ببینیم چه جوریه. بودو بجون ببینیم نظرتون چی. علامت دسته رو بزن، بیا خودت با هم دیگه حلش بکنیم. خب زارن نداریم، اشکال نداره، خوب به من گوش بده. آقا ما یه رابطه میخوام بین M و M2SO4 دو تا کسر. ببین وقتی گفته انقدر مول از یک فلز منظورش امه، چون مول داده از کسر مول به ضریب استفاده میکنیم. یعنی برای این امه چی مینویسم؟ مینویسم مول به رو ضریبش یک. 10.42 گرم سولفات بدون آب یعنی MSO4. برای این چی می نویسم؟ جرم به جرم مولی M به اضافه 96. آقا MSO4 اینه، نگاه کن، M به اضافه 32 به اضافه 4 تا 16 تا میشه M به علاوه 96. حالا بریم با هم دیگه این سوال حل بکنیم. ببین آقا این 10.42 به 5 میشه چی؟ اگه 1042 بود تقسیم بر 5 میشد 200، 208 ممیز 14. حالا ببین اینجا رو
ام به اضافه 98 96 میشه 208 ممیز 14 هم. نتیجه ام میشه 112 ممیز 14 هم. گزینه سه تمام. برای این از کسر مول به ضریب استفاده کردم، مول به ضریب. برای این از کسر جرم به جرم مولی. جرم مولی این ماده یه امه که نمیدونم چنده، با یه 96 تا ام به 96. حله؟ اوکی بچه ها؟ آقای عبدالرحمن اوکی شدی؟ خب حتی گزینه ای هم که داده بودی فکر کنم درست بود. آقا خسته نباشید، ما سعی کردیم امروز یه بخشی از استوکیومتری رو با هم دیگه کار بکنیم. ان توی کلاس ها میبینیمتون. ما تقریبا 4-5 جلسه پیش رفتیم که آفلایناش هست، در اختیارتون قرار میگیره. ضمن اینکه شما میتونید بعدا حالا کلاس جبرانی هم داریم از اونها هم استفاده بکنید. فقط تا دیر نشه حتما کلاس رو بیه، چون الان شروعمون از فصل 3 محلول هاست که خیلی فصل مهمیه. حتما اینو ثبت نام بکنید که انشالله از هفته آینده توی کلاس هامون باشید، چون کلاس بسیار مهمیه از هفته آینده. امیدوارم که استفاده کرده باشید، لذت برده باشید و تو هفته آینده که انشالله تو کلاس ها ببینمتون. من شما رو به خدا میسپارم، خواهش میکنم لطف دارید، ممنونم، خداحافظ شما.